پلیس بلژیک پس از عملیات ویژه و دستگیری هفت مزنون در ارتباط با حمله های انتحاری پاریس پنج نفر از آنها را آزاد کرده آخرین گزارش ها حاکیست محمد عبدالسلام برادر مزنون فراری به نام سلاح عبدالسلام در میان آزاد شدگان قرار دارد با این حال داستانی بلژیک روز دوشنبه اعلام کرد دو تن به دلیل ارتباط با جهادگران و برنامه ریزی برای حمله های تروریستی در بازداشت به سر میبرند تا کنون تلاش پلیس بلژیک برای دستگیری این فرد صلاح عبدالسلام در مولنبک واقع در حومه بروکسل بی نتیجه مانده است او مزنون اصلی به همکاری با دیگر مهاجمان جمعه شب پاریس است محمد عبدالسلام برادر وی پس از آزادی میگوید دانیم برادرم کجاست با توجه به شرایط پیش آمده نمیدانیم آیا او خودش را تسلیم عدالت خواهد کرد یا نه مقام های امنیتی فرانسه توانستند هویت پنج حمله کننده انتحاری را شناسایی کنند این افراد عبارتند از بلال حتفی، ابراهیم عبدالسلام، اسماعیل عمر مصطفی، احمد المحمود، و سامی امیمور. مولنبک بلژیک با تاریخچه حمله های تروریستی گره خورده. خبرنگار ازامی یورو نیوز به این ناحیه واقع در هومه بروکسل در این باره می گوید متخصصان امور امنیتی هشدار میدهند که بلژیک یکی از ضعیفترین نقاط اروپا در مبارزه با تروریسم است. باید منتظر یورش های دیگر نیروهای امنیتی در آینده نزدیک به این ناحیه بود. مولنبک.